با همکارم اشکان صفایی که به دقت این صحبت‌ها رو گوش داد. اشکان، اونطور که دانیل هاگاری میگفت به نظر میرسه که پیش از بامداد امروز یا بهتر بگم شب گذشته ارتش اسرائیل وارد لبنان شده، برخی تونل‌ها رو اون زمان کشف کرده بوده. درسته رضا، به تیتری که بخوایم از این در واقع کنفرانس خبری دانیل هاگاری در بیاریم این هست که عملیات زمینی ارتش اسرائیل در خاک لبنان بامداد امروز یا دیشب آغاز نشده، بلکه ماها پیش آغاز شده. او گفت که در طول ماهای گذشته نزدیک به 70 بار نیروهای ویژه کماندویی اسرائیل وارد خاک لبنان شدند، در اونجا عملیات کردند و برگشتند. درباره عملیات هم توضیح داد که اونها شماری از ده‌ها به گفته او تونل حزب الله رو کشف کردند، اونها رو نابود کردند. گفت وارد همین دقیقا همین تونل هایی که الان دارین تصاویرش رو میبینیم، تصاویری هست که ارتش اسرائیل منتشر کرده، گفت که وارد شمار زیادی از خانه ها شدند، خانه هایی که اونها رو حزب الله به عنوان مقر خودش در واقع در آورده بود. در برخی از این خانه ها گفت که ورودی های تونل ها بوده، گفت که تسلیحات بسیاری هم در این خانه ها هم در تونل ها بوده، تسلیحاتی که به گفته او در اونجا گذاشته شده بودند تا در زمانی که حزب الله تصمیم بگیره حمله زمینی به اسرائیل بکره نیروهاش از اون تسلیحات استفاده کنند. درباره این حمله زمینی هم، حمله ای که عملیات رضوان حالا در اون نقشه ای که نشون داد هاگارین اسمش رو گذاشته بودند، یا عملیات اشغال جلیل اسم دیگری که دانیل هاگاری از اون هم استفاده کرد، دانیل هاگاری همطور گفتم یک نقشه رو نشون داد، گفت که این نقشه رو هم در جریان یکی از همین عملیاتی که در طول ماهای گذشته انجام دادن سربازان اسرائیلی پیدا کردند و به درون اسرائیل آوردن. نقشه دقیقی بود از جاده‌های اصلی، فرعی، مکان‌های مورد نظر حزب الله، حالا چه نظامی و چه غیر نظامی، که میشه به اونها حمله کرد. نقشه کاملا دقیقی بود که گفت که این نقشه رو حزب الله تهیه کرده بوده تا زمانی که تصمیم نهایی رو برای حمله زمینی به اسرائیل گرفت در اختیار نیروهاش قرار بده که بر اساس اون عمل بکنند. این بخش در واقع میشه گفت که حالا تیتر صحبتهاش بود، اما صحبتهای دیگری هم داشت در مورد موارد دیگر. مثلا وقتی که ازش سوال شد، هم در بخشی که به عبری صحبت کرد و هم در بخشی که به انگلیسی صحبت کرد، هر دو طرف ازش سوال کردند که این عملیات چقدر به درازا خواهد کشید. او گفت که ارتش اسرائیل سعی میکنه که این عملیات رو در سریعترین زمان ممکن به پایان برسونه، اما گفت که به دشمن گران نمیده که این عملیات ممکنه چند روز یا چند هفته یا چقدر طول بکشه. درباره عمق عملیات و اینها هم که ازش سوال شد، گفت ما قصد نداریم که به بیروت بریم و بیروت رو بگیریم، هدف ما برچیدن در واقع اون خطر فوری هست که از همین پایگاه‌های حزب الله در نزدیکی مرز برمیاد. اشاره کرد به قطعنامه 17-0 که شورای امنیت سازمان ملل رو به جامعه جهانی گفت. گفتم به جامعه جهانی میگم که شما 18 سال پیش همتون از این قطعنامه حمایت کردید، اما یونیفیل یعنی در واقع صلح‌بانان سازمان ملل و دولت لبنان نتونستن اون رو اجرایی کنن.